بیمار عمل پی آر کی هست که در واقع روشی است برای اصلاح عیب انکسار. این مریض تنها یک چشمش عمل میشه. خانم محمودی دستتون رو بالا نیارید. خب چونت یه ذره پایین تر یه ذره. آها خیلی خوب. من از اینجا خانم محمودی با شما صحبت میکنم ولی شما با من حرف نزن مگر اینکه من جوابی ازت بخوام. یه حلقه الان رو چشمت میذارم، یه مایعی توش ریخته میشه، برای چند لحظه شما جایی رو نمیبینین، نگران نباش، به علت اینکه داخل این حلقه مایع هست دیگه تکون نده. بسیار عالی. میخوام شروع کنم برم؟ بله تکون نده. مرسی. خیلی خوب. الان قرنیه تمام به خاطر لیزر زخمه. در نتیجه طبیعیه که از یه ساعت دیگه یه دردی شروع بشه. خب اما این درد با استراحت و اتاق و تاریک بکنی و داروهاتو بریزی به حداقل میرسه. چشم نمالونی لنز نمیفته. من دکتر فیروزه رحیمی هستم. در حال حاضر سمت دانشگاهیم استاد تمام هست و مدرکم فلوشیپ قرنیه است و در بیمارستان فارابی در بخش قرنیه فعالیت میکنم. بیمارستان فارابی تک رشته است، یعنی فقط مخصوص رشته چشم پزشکی. من از 24 سالگی که رشته پزشکی عمومی رو فارغ التحصیل شدم، تخصصم رو در رشته چشم شروع کردم و دیگه یک ذره از اون سن در بیمارستان فارابی بودم، دیگه خارج نشدم. قرنیه الان نازک هست ولی کن به این راحتی هم نیست که قرنیه به این راحتی سوراخ بشه. چسبای مخصوص داریم سر عمل می‌بندیم. یعنی اینا همه راه داره. اینجا در موقعی فوق تخصصی قرنیه بیمارستان فارابی هست. ما دو گروه از اساتید قرنیه هستیم که در این درمونگا به عنوان مشاور میشینیم. سرش قشنگ. نه. همین چیزا رو داره، اسکارا رو داره. بله. متوسط کوچیک‌تر آی پی. ما اینجا تربیت فلوشیپ یا فوق تخصص رو هم داریم. در حال حاضر دو نفر از افرادی که دارن دوره فوق تخصص قرنیه رو می‌بینن، در حدود 18 ماه میمونن پیش ما و کارهای تخصصی قرنیه رو آموزش می‌بینن. اصلا این تشخیص اولیه‌اش برای پیوند چی بود؟ کورنال اسکار. در واقع اعضای هیئت علمی که در بیمارستان ها فعالیت دارن اینطوری نیست که دائم سر کلاس درس باشن. ما کلاس درسمون در کنار مریض هست، آموزش رو مریض ها اینجا میبینن. پایین نگاه کنیم، پایین نگاه کنیم، مستقیم. شما بعد از پیوند نیومدی دیگه سر بزنیم؟ پس چی؟ از زمان رزیدنتی خودم که سال 85 شروع شده در خدمت استاد رحیمی بودم. الان هم که دوره فوق تخصصی رو میگذرونم همچنان افتخار دارم که شاگرد ایشون هستم. الان امروز بخیه کشتیم. چند تا؟ تقریبا 4-5 تا. عاشق تدریس، عاشق یاد دادن. ایشون بانوی چشم پزشکی ایران هستن و در واقع یکی از سابقه دارترین ها هستن در ایران و واقعا وجود ارزشمندی هستن. خانم دکتر رحیمی جزء اساتید برتر و نمونه بیمارستان فارابی هستند و به نام هستند از نظر در حقیقت مدیکال کورنها. سلام. ببخشید. مرسی. بله الان متاسفانه همین بیشتر جراحی بیشتر چیز داره، جذابیت داره. الان بیشتر مدیکال کورنها چیز شده، یه مقدار مورد بیمهری قرار گرفته.
یعنی بیماری های مدیکال کرونا رو خوب تشخیص میدن، خوب درمان میکنن و جزء افراد به نام و صاحب نظر در جهان هستند. چشم پزشک ایران به خاطر وجود اساتید مجرب و تجهیزات در حد به روزی که کلن در بیمارستان های دولتی و خصوصی داریم، از نظر ارائه خدمات از سطح بسیار بالایی برخورداره. بچه رو عمل میکنن که والدین بردنش همینطوری معاینه روتین متوجه شدن یه چشمش دیدش کمه، تو معاینات مشخص شده که یه مشکل مادرزادی تو عدسی چشمش هست. بیمارستان فارابی قطبینی چشم پزشکی کشور هست، 39 اتاق عمل جراحی داره، روزانه حدود 350 تا 400 عمل جراحی در این بیمارستان انجام میشه و حدود 3000 نفر از خدمات بیمارستان فارابی روزانه استفاده میکنن. احتمال داره اونم قشنگ خطش مشخص واسه ببینید داخل ویتره رفته. حالا اینو میخواییم چکارش کنیم؟ عملهایی که توسط فلوشیپ یا رزیدنت ارشد انجام میشه معمولا خودشون به طور مستقل میشینن، اگه لازم باشه ما رو صدا میکنن. خیلی یواش 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 بیا بیرون، یواش بیا بیرون، بیا بیرون، بیا بیرون. بعد از اینکه در امتحانات تخصصی شرکت کردم برای فارغ التحصیلی از چشم، در ایران رتبه اول برد تخصصی شدم در رشته چشم دانشگاه تهران. اولین خانومی هستم که استاد تمام شدم. خانم برو مرحله بعدی ببین. آها اینجا اون جاییست که دو یه چیز شده. اینجا هم میشه. بذار من اینا کرک بکنم. از یه جا دیگه بگیر بعد این آزاد میشه. اینو ولش کن. از کنارش بگیر. حالا میگه صد میگه من خودم کم میکشم. تو مراکز آموزشی وقتی شما کار میکنید مسئولیت رزیدنت ها به عهده شماست. بعد خب مجبورید که مشکلات و مسائل که ضمن عمل پیش میاد حل بکنید. اگه مسئله هم باشه بیمار در واقع ما رو میشناسه. 350 بالاست. بله بله اون صافته 300 حد اکثر. در طول دوران استخدامم تو بیمارستان فارابی سمت های معاون آموزشی بخش قرنیه، رئیس بخش قرنیه رو داشتم. برای 6 سال عضو انجمن چشم پزشکی ایران بودم. همیشه فکر میکنم یعنی میشه صبحی من بیدار شم و قرار نباشه که برم بیمارستان فارابی. نمیدونم این احساس یه ذره برام سنگینه، ولی خب بالاخره هر اومدنی رفتنی هم باشه است. خب پلک بزن، پلک بزن، پلک بزن. خب تا کجا الان ردیف پایینو میتونی جهتاش تشخیص بدی؟ نه. وسطو چی؟ این مریضی بودش که دیروز عمل شد. این خانم در واقع همیشه از یک چشمش استفاده میکرد. تا قبلش فقط کاهش دید داشتن، حالا قرمزی چشم و درد. دردم دارن؟ گاهی وقتا با مشکلات مریض من همون مشکلات رو دردش رو حس میکنم و تا اون مریض رو به راه نشه هیچ وقت آرامش پیدا نمیکنه. میدراکس فقط برای دردشه، اون اشکال نداره بریزه، اونو بریزه. پس تا فردا من خبرشو بگیرم. همسرم هم پزشک هستن، ایشون اورولوگ هستن. ما یک پسر داریم که در حال حاضر در خارج از کشور تحصیل میکنه. برنامه‌اش این استش که پزشکی بخونه. سال گذشته در جشنواره شمس سمت بانوی چشم پزشکی تندیسش رو به من دادن. خیلی از این گرفتن این تندیس خیلی خوشحال شدم، یعنی اصلا برام خاص بود. همکارانم شاید کسانی که در بار اول من میبینن فکر کنن که آدم خیلی مثلا جدی و سختی رو اینا هستم، ولی خودم فکر میکنم انسان مهربونیم. این احساس خودم.